فرض کنید که زندگی ما که مرکب از ثانیه هاست، مثلا ثانیه ها، آنیه ها، هرچی میخوایی بگید، دقایق هرچه، فرض کنید که اینو من به یه مسیری، به یه جاده تشبیه بکنم، به ازای هر ثانیه یک سنگفرش کوچولو، ثانیه بعد یه سنگفرش دیگه، 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 و همینطور مثلا از اون وقتی به دنیا اومدم تا اون وقتی که از دنیا خواهم رفت، اینو هم یک جاده خیلی طولانی ولی البته با عرض یک سنگفرش تصور بکنی. میگم با عرض یک سنگفرش میخوام هر ثانیه رو یک سنگفرش دارم تصور بکنم. و فرض کنید که وقتی من دارم عمر برام میگذره، مثلا الان که داره ثانیه ها بر من و شما ها میگذره، فرض بکنید که من تو اون جاده دارم از روی یک سنگفرش پام زدم رو سنگفرش بعدی، رو سنگفرش بعدی، سنگفرش بعدی، سنگفرش بعدی و سنگفرش بعدی. بنابراین کل زندگی رو یه جاده طویلی در نظر بگیرید که به تعداد ثانیه های زندگیتون سنگفرش پوش شده این جاده. خب فرض کنید ثانیه هایی که درش لذت برده اید سفید رنگ باشه و ثانیه هایی که درش درد و رنج کشیده ایدم چی باشه؟ سیاه رنگ باشه. اینم باز فرض بکنید. بنابراین جاده زندگی شما سنگ فرخش یا سیاه هم یا سفید هم. خب بدترین زندگی چیه؟ اینکه از اول جاده تا آخر جاده با سنگ فرش سیاه، این که مسلمه بدترین، درسته؟ این دیگه بدترین زندگی، چون تمام لحظاتش پر از درد و رنج و الم بود. بهترین زندگی فی باد نظر و در نگاه نخست اونیه که تمام این جاده با سنگفرش چی باشه؟ سفید باشه. یعنی من ثانیه ثانیه ثانیهش رو لذت برده باشم. این به نظر میاد بهترین. خب بین اون بهترین و این بدترینم دیگه جاده های هستن که بیشتر سنگفرش رو سفید باشه، کمتر سیاه باشه، یا مساوی سیاه و سفید باشه، یا بیشتر سفید سیاه باشه و کمتر سفید باشه. بالاخره اختلاف مراتبه. اما یک نکته که خیلی مهمه، من سنگفرش های سیاه را میذارم کنار. توجه میکنی؟ سنگفرش های سیاه را میذارم کنار و فقط حسر توجه شما رو میدم به سنگفرش های سفید جاده زندگیتون. حتی فرضم بر این بکنیم که حتی همه سنگفرش هاش هم سفید باشه، اشکال نداره، ولی بالاخره من با سنگفرش های سفید زندگیتون کار دارم. آیا در هر آنی که پاتون روی سنگفرشه چقدر لذت میبرید؟ ما رو سنگفرش سفید داریم قدم میزنیم که پس همش لذت فرض کنیم، درسته؟ حالا روی هر لحظه ای توجه میکنید چقدر لذت میبرید؟ لذت همون ثانیه رو داریم میبرید. ثانیه بعدم اگه سفید باشه بازم یه لذت اون ثانیه بعدم میبرید، ثانیه بعدم لذت ثانیه بعدم میبرید، ثانیه آخر عمرتون فرض کنید اونم سفید باشه، ثانیه آخر که آخرین نفس رو داریم کشید انشالله بعد از 120 سال، اون وقت اون ثانیه آخر چقدر لذت میبرید؟ به اندازه همون ثانیه آخر. این میدین معنیش چیه؟ این معنیش اینه که در این زندگی حتی اگر آرمانی هم باشه، شما در هر ثانیه ای لذت ثانیه همون ثانیه رو میبرید، بیشتر از این لذت نمیبرید، همون ثانیه لذت میبرید، درسته؟ و این معنیش چیه؟ معنیش اینه که تا لذتی رو از دست ندهید لذت بعدی رو به دست نمیارید دیگه. باید سنگ فرش سفید قبلی رو پشت سر بگذارید تا سنگ فرش بعدی بیاد پیش زیر پاتون، و تا این سنگ فرش رو هم باز پشت سر نگذارید سنگ فرش بعدی نمیاد. این معنیش اینه که در هر آنی از آنات زندگیتون فقط لذت اون ثانیه رو میبرید، نه بیشتر و البته نه کمتر. و باز لازمش هم اینه که تا لذت ثانیه قبل از میان نره لذت ثانیه بعد پدید نمیاد دیگه، درسته؟ و از این نظرم هست که آخرین لحظه عمرتون که 120 سالم عمر کرده اید، آخرین لحظه‌ش هم باز دارید لذت همون ثانیه آخر رو میبرید.
آیا زندگی هست که در اون لحظه آخر که من دارم از دنیا میرم فقط لذت اون ثانیه رو احساس نکنم، لذت همه ثانیه های سفید قبلی هم متراکم شده باشه رو هم؟ همچی زندگی وجود داره یا وجود نداره؟ حجم کنیم که این معناش اینه که سنگ فرش ها رو تا پشت سر میگذاشته ام بلند میشدن پرواز میکردن رفتن رو آخرین سنگ فرش مینشستن. میدونی چی میگم؟ خیلی البته رئال شد، سورئال شد در واقع. توجه میکنید؟ یه همچین دنیای سورئال تصور بکنید که سنگ فرش ها همه سفید، اما تا پاما روی سنگ فرش میگذارم لذت اون لحظه رو میبرم و تا از این لذت منقطع نشم لذت لحظه بعد رو نمیبرم، ولی به محضی که وارد لذت لحظه بعد شدم این سنگ فرش قبلی سفیدم پرواز میکنه و میره رو سنگ فرش آخر قرار میگیره. و این میدونی معنیش چیه؟ این معنیش اینه که در آخرین لحظه زندگیم کل لذائز زندگی قبلی رو هم متراکم شده، انباشته شده روی هم. هم چیز امکان داره؟ این معنیش چیه؟ حالا من فقط گفتم بپر رو سنگ فرش لحظه آخر، حالا میخوام بازم بیشتر بگم، بگم هر سنگ فرشی رو سنگ فرش بعدی بپره. و این معنیش اینه که هر چه به آخر عمرتون نزدیکتر میشید لذت هاتون عمیق‌تر بشه. رجوع کنیم لذت هاتون عمیق‌تر بشه، یعنی مثل که اولین سنگ فرش یه لذت رقیقی داشته، سنگ فرش دوم لذتش دو برابر اولیه، پس یه کمی غلیظ‌تره چون اولی هم اومده روش دیگه، و سومی هم دومی رفته رو سومی، سومی رفته رو چهارمی، چهارمی رفته رو پنجمی، و خلاصه هر چه به آخر آنها نزدیک میشم لذت عمیق‌تری احساس میکنم. آیا این چیز دیگه امکان پذیر هست یا نه؟ توجه میکنی؟ ما چون خیلی فاصله داریم از این زندگی میگیم فلانی ملکیان رها میکن بذار بابا تمام سنگ فرشمون سفید باشه، اصلا نمیخوایم به این سنگ فرش پرواز کنیم، اون سنگ فرش همین کافی. توجه میکنید شما و من خب البته ما مثلا من و شما راضییم به این که بابا سنگ فرش های سفید تعدادشون بیشتر از سنگ فرش های سیاه باشه، به همین هم راضییم. توجه میکنید میگه همین هم خوبه، این هم آخر نیست، سنگ فرش های سیاه بیشتر از سنگ فرش های سفیده، ولی حالا اگه این باشه خوبه دیگه، چه برسه به این که کل سنگ فرش ها سفید باشه، این که اصلا فلانی رؤیاییه. و حالا این آقا اومده به ما میگه که نه اصلا یه چیزایی کسانی میگن که میشه یه جوری زندگی کرد که هر چه میرین جلو سنگ فرش های سفید قبلی میان غلظت این سفیدی این سنگ فرش بعدی رو افزایش میدن. همچین امکان پذیره؟ اینجاست که بعضی از عرفا در غرب مخصوصا مایستر اکهارت میگه اصلا ملاک اخلاقی زیستن به اینه، اگه میخواید ببین اخلاقی زندگی کرده اید یا نه، ببینید باید هر چه بر عمرتون میگذره لذت عمیق تری ببرید. دقت میکنید؟ لذت عمیق‌تر و بازم عمیق‌تر و بازم عمیق‌تر، باید دوز لذت ما روز به روز بیشتر بشه. در واقع میدونی غلظت این لذت باید بیشتر بشه، تو باید هر چی به طرف
سن بیشتر پیش میری، هر چه به طرف پیری پیش میری، تو باید لذائز عمیق‌تری احساس بکنی. ترجمه کنی؟ و اینه که مایستر کار در اون جمله معروفش میگه که فقط پیر مردان و پیر زنان حق دارن برقصن شادی کنن، جوان که شادی نداره. ترجمه کنی؟ اونا حق دارن برقصند و دست افشانی و پایکوبی بکنن. چرا؟ چون اون لذتی که اون میبره، اون لذت اصلا قابل قیاس نیست با لذتی که شما که جوانی دارید میبرید. حالا ولو جوانی باشید که اخلاقی هم زندگی کردید، چون هنوزم اون غلظت به اندازه غلظتی که لذت اون پیر مرد یا اون پیر زن اخلاقی داره نیست. نت میکنید؟ اما مراد اخلاقی بودن چه کیه که هنری داره؟ این که شما میگید اخلاقیان اینجوری هست که روز به روز از هر ثانیهشون بیشتر لذت میبرن، نظرم کنید اون چیه؟ اینجا بود که باز در اول جلسه امروز گفتم که باید ببینیم طرف چی رو اخلاقی بودن میدونه، وقت ببینیم رأیش قابل قبول هست یا نه. مایستر کارت مثل مولانا جلال الدین بلخی در فرهنگ ما، مثل عین القضات همدانی در فرهنگ ما، بنات میکنید، و مثل بسیاری از عارفان در فرهنگ های دیگه معتقد اخلاقی زیستن یعنی خود فراموشی. خودتون رو فراموش کنید، فقط به دیگری بیندیشید. توجه کنید ما در زندگی عادیمون حتی وقتی اخلاقی زندگی میکنیم خیلی کمتر خودمون رو فراموش میکنیم. نهت میکنید کسانی مثل مایستر کارت از ما میخواستن که تمام زندگیمون تمرین خود فراموشی باشه. یا تو میاد من به مناسبت دیگری یه بحثی از قول رالز فیلسوف اخلاق امریکایی عرض کردن راجع به پرده بیخبری یا حجاب جهل، به مناسبت دیگری و در یک کانتکست دیگری میگفتم، ما توجه میکنی اون رالز داشت در یک کانتکست دیگری میگفت اگر میخوای یه قانونی که تصدیق میشه قانون عادلانه باشه، فقط شرط عادلانه بودن یه قانونی که توی مجلسی تصدیق میشه، توی مجلس قانونگذاری تصدیق میشه، اینه که هنگام تصدیق قانون هر نماینده‌ای تمام ویژگی‌های شخصی خودش رو یادش بره که راستی من مردم یا زنم، هر چی فکر کنی یادش نره. ترجمه می‌کنی؟ اون وقت وقتی می‌خوان قانون تصویب بکنن به چی دیگه نگاه می‌کنن؟ چون خودش یادش نمیاد که مرد یا زنه. اگه یادش بره که مرده، میگه قانون یه جوری کج و مجش بکنم که به نفع مردان باشه دیگه، درسته؟ اگه یادش بیاد زنه، میخواد قانون یه جوری کج و کوج بکنه که به نفع زنان باشه. اما هر چی فکر میکنه یادش نمیاد که من مردم یا زنم، وقتی میگه خب چیکار کنی؟ پس بیاییم یه قانونی وضع کنیم که اگه بعد مرد از آب در اومدیم زیان نکنیم، زنم از آب در اومدیم زیان نکنیم. اینه دیگه میخوان یه قانون تصویب کنن راجع به این که به دام پروری بیشتر برسیم یا به کشاورزی، به کشاورزی بیشتر برسیم یا به صنعت، به صنعت بیشتر برسیم یا به خدمات. اینا خودش یادش نیاد که من کارخونه دارم یا یک عرض میکنم که مزرعه بزرگ گاوداری و دام پروری دارم، یادش نمیاد. یا یه شرکت خدمات رسانی دارم، یادش نمیاد. وقتی میگه خب پس یه قانون تصویب کنیم که بعد که معلوم میشه ما چی هستی، توجه میکنی؟ به زیانمون نباشه. این قانون، قانون چی خواهد بود در واقع؟ عادلانه خواهد بود. چرا؟ چون یادش نمیاد من کیم که بتونم بچرخونم به طرف اون چیزی که من هستم. میخوان یه بودجه رو بیشتر بدن به روستاییان، بیشتر بدن به شهر نشینان. یادش نمیاد که من خودم روستاییم یا شهر نشینم. وقتی میگه که خب ما که خبر نداریم، ما بعد معلوم شد شهری هستیم که بیچاره میشیم اگه به نفع روستاییان قانون نوشته باشیم، اگه فهمیدیم روستاییم بیچاره میشیم اگه به نفع شهرنشینان قانون نوشته باشیم، پس یه قانون نوشتیم که هر کدوم در اومدیم ضرر نکرده باشیم. این قانونی است که عادلانه خواهد بود. و به همین ترتیب شما دقت بکنید، یه قانون میخوان مثلا راجع به عرض میکنم که دانشگاه، شما یادتون نمیاد که من استادم یا دانشجوام، ترجمه کنید.
استخدام رسمی شدم یا هنوز استخدام رسمی نشدم، پیمانی هم قرار دادی هم چی از این چیزا، یا تو نمیاد. خب یه چیزی می‌نویسید که بعد که یاد تو اومد که من چیم. این درست مثالش که یادتون بیاد وقت می‌زدم که روانشناسا گفتن اگر می‌خواید بچه‌هاتون از اول یاد بگیرن انصاف را، کیک رو بذارید جلوشون به دو تا بچه‌تون، بگید یکیتون کیک رو نصف کنه و اما اون دیگری حق داشته باشه حق میشه میخواد برداره. توجه میکنی؟ خب حالا کارد این بچه برمیداره چی میگه؟ میگه که خب من که نمیدونم که بعد که کیک رو نصف کردم داداشم خواهرم اینو برمیداره یا اونو برمیداره، پس چیکار کنم؟ یه کار بکنم که ضرر نکنم. خب اگه بخواد ضرر نکنه باید چیکار بکنه؟ باید دقت کنه این کارد رو درست وسط کیک بذاره. توجه میکنی؟ چون نمیدونه کی میخواد کدوم تکر برمیداره. گفتن خب اینجوری یاد بدید بچه هاتون، یعنی از اول یادشون نیاد که چیه که سود میبره از این تقسیم بندی. وقت بگید یکیتون تقسیم کنید، یکی دومیتونم اول انتخاب اون بکنه. خب اگه به هر کنون بگید بچه ها همچین با عرض میکنم که میلیمتری حساب میکنن و درست میزنن وسطش، چون میخوان ضرر نکنن دیگه. این بهش میگیم در واقع پرده بیخبری. درسته. جان والز در واقع حرفش این بود که برای عادلانه بودن قانون این پرده بیخبری یا باید بیفته واقعا رو ما، یا در عالم تخیل خودمون این پرده رو خودمون، ولی خبر دارم که مردم، ولی در تخیلم خودم رو کسی تصور کنم که خبر نداره که مرده یا زنه، خبر دارم که روستاییم اما در تخیلم خودم رو کسی تصور کنم که خبر نداره روستایی یا شهریه، این قانون عادلانه میشه. حالا این سخن، در این سخنی که رالز میگه تو افق اخلاق عرفانی به این معناست که تو باید انانیت خودتو فراموش کنی، هیچی از خودت یادت نیاد، سود خودت یادت نیاد، زیان خودت هم یادت نیاد. توجه میکنی؟ تو کاملا ایگوت باید به صفر برسه. توجه میکنی؟ اون که در روانشناسی بهش میگیم ایگو، باید به صفر برسه. با اینکه ما آدمیان معمولا ایگومون خیلی بزرگ میشه، بزرگ و بزرگ و بزرگ میشه، ایگوت باید به صفر برسه. یعنی باید انانیتت به صفر برسه. یعنی چه؟ یعنی هر کاری که میکنی فقط ببینی آیا این برای دیگران سود داره یا سود نداره، خودت رو در نظر نگیر. برای دیگران درد و رنج به همراه میاره یا لذت به همراه میاره، به سود دیگرانه یا به زیان دیگرانه، به مصلحت دیگرانه یا به مفسده دیگرانه، کدومشه؟ خودت رو وارد محاسبه نکن. این اخلاقی زیستن به نظر عارفان. اکثر اخلاقهای عرفانی دنیا چه تو ادیان شرقی مثل آیین بودا، آیین هندو و آیین داو، و چه تو اخلاق عرفانهای غربی مثل عرفان اسلامی، عرفان مسیحی و عرفان یهودی، اکثر اخلاق عرفانی نفی انانیته. توجه میکنید؟ باید انانیت خودتو فراموش کنید. فقط و فقط بگید این کاری که من میکنم آیا برای بنی نوع خودم، و به نظر بسیار از عارفان برای همه موجودات، نه فقط برای بنی نوع خودم، توجه میکنید، برای حیوانات، حتی برای گیاهان، نگاه میکنید، اینا آیا سودمند یا سودمند، خودتو فقط در نظر نگیر، همه رو در نظر بگیر غیر از خودت. یعنی یواش یواش ایگوت در نظر خودت کوچیکتر و کوچیکتر و کوچیکتر و کوچیکتر میشه. ایگوی به صفر رسیده این میشه یه انفجار شادی، یه انفجار آرامش. عجب کنی که از میکنم هرچه ایگوی من کوچکتر بشه کوچکتر بشه کوچکتر بشه، وقت میگه انفجاری از عرض کنم که آرامش، انفجاری از شادی این به من عائد میشه. ما به قیمت این که خودمون رو فراموش نمی کنیم ناشادیم، و به قیمت این که خودمون رو فراموش نمی کنیم مضطربیم، مشوشیم و آرامش نداریم. هر چه خودت رو فراموش کردی اون وقت بیشتر در واقع شاد میشی، بیشتر آرامش پیدا میکنی، و اینه که هر چه در این تمرین جلو میری شادیت عمیق‌تره، آرامشت عمیق‌تره. توجه میکنی؟
سقراط میگفت که فلسفه تمرین مردنه و به یه معنای عمیق هم حق با سقراط. مایسرکار در اشاره به این سخن سقراط میگه به نظر من عرفان تمرین شادزیستن، اگه فلسفه تمرین مردنه عرفان تمرین شادزیستن. میخوای ابتهاج داشته باشی این کارو بکن، خودتو فراموش کن. وقتی خودتو فراموش میکنی به میزانی که خودتو فراموش کرده ای شادی عمیق خواهی داشت. این نظر این همینه که من به شما عرض کردم. بعد اعتراف کنم که خود من نمیتونم اونجور که میتونم در دفاع از یه نقد یه رأی یا در نقد یه رأی میتونم اینجا سخن، میتونم در موارد دیگه بگم، اینجا نمیتونم سخن بگم، چون واقعا به نظر من این سخن خیلی سطح بالایی داره و چه درست باشه چه نادرست واقعا از حد دریافتای من و امثال من بالاتره. ولی این سخن سخن خیلی جدیه، خیلی خیلی جدیه، نت میکنی خیلی 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 جدیه. به صورتی میخوام این عرض بکنم که الان در بعضی از عرض کنم که روانشناسی های اخلاق جدید، مثلا در روانشناسی های اخلاق فراشخصی مثل کن ویلبر، اینا بیشترین تکیهی که میکنن اینه که بتونن به ما آدمیان یاد بدن راههایی که خودمونو فراموش بکنیم. خودی که در اینجا فراموش میشه البته غیر از اون خودی است که عارفان میگن بالمعال شاد خواهد شد، بالمعال آرامش خواهد داشت. توجه میکنید که اینو من بعد تو فکر کنم ترم بعده که تحلیل مفاهیم روانشناختی مورد بحث رو میکنم، تحلیل معنایش رو میکنم، اونجا خواهم گفت که اون خودی که باید فراموش بشه کدومه و اون خودی که وقتی خودمون رو فراموش میکنیم از این خود فراموشی دستخوش شادی عمیق و آرامش عمیق و رضایت عمیق میشه، اون خود چه خودیه، چجوره که من یه خودی دارم که انگار باید فراموشش بکنم که اگه فراموشش بکنم وقتی یه خودی دارم که اون خود عمیق‌ترین لذات رو میچشه، عمیق‌ترین آرامش رو تجربه میکنه، عمیق‌ترین شادی رو تجربه میکنه. این معنای متراکم شدن لذته. ببینید دیگه شما در اینجا در هر ثانیه فقط لذت اون ثانیه رو نمیچشید، هی دارید لذتتون عمیق‌تر عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه، شادیتون بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، بیشتر در اینجا در واقع بیشتر کیفی. خب من گفتم همونطور که عرض کردم من نمیتونم این قول رو نقد بکنم، نمیتونم عرض کنم که نقاط قوت نقاط ضعف نمیتونم در واقعش بگم، با اینکه سالهای سالم هست که با این قول آشنایی دارم و مطالعه کردم نمیتونم واقعا بگم که میشه نقدی کرد. ولی اینو میتونم بگم که وقتی یه همچین باغ سبزی عارفان به ما ارائه میکنن ما ولو نمیفهمیم، مثل شعر نوعی بلاخره یه شعر نور آدم چون نمیفهمه لذت ازش میبره. عرض میکنم که من فکر میکنم که این باغ سبزی که عارفان نشون میدن ولی ما نمیفهمیم، ولی خیلی چیز جالبی، خیلی چیز جالبی، انگار شما عمر گذشتتون رو از دست ندادید، انگار یک صندوق ذخیره ای دارید که تمام ثانیه های خوبتون رو با ذخیره دارید میکنید، توجه میکنی و باز داری ذخیره میکنی و داری و در این حال در هر ثانیه داری از کل ذخیره قبلیت هم استفاده میکنی، ولی بازم اون ثانیه هم تازه اضافه میشه به اون و باز ثانیه بعد میتونی از این لذت بیشتری برخوردار بشی. این که میبینید بعضی از پژوهندگان عرفان مثل عرض میکنم که خانم مارگارت سمیت که عرفان پژوه بزرگ انگلیسی بود و در عرفان اسلامی هم چند تا اثر مهم ازش منتشر شده و مثل خانم آندرهیل باز عرفان پژوه معروف انگلیسی، اینا گفتن که اخلاق عرفانی تنها اخلاقیه که عامل بودن یا عامل نبودن ما به اون رو به میزان رضایتمون میتونیم در بیابیم، اونم رضایت کاملا متراکم شونده. این علتش اینه،
در واقع در این نوع زندگی شما دیگه منتظر یه زندگی دیگه هم نیستید که بگید حالا تو زندگی دیگه پاداش اینو میبینید. شما دید پاداش هر لحظه اخلاقی زندگی کردنتون رو تو لحظه بعد هم باز دارید میبینید و باز لحظه بعد و لحظه بعد و لحظه بعد.